نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا دو روز پیش از پایان مهلت قانونی و برای دومین بار تلاش خواهند کرد تا قطعنامه‌ای را علیه توافق اتمی با ایران به تصویب برسانند. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا گفته است برای خاتمه دادن به بحث درباره توافق اتمی ساعت‌های اولیه بامداد چهارشنبه 25 شهریور را برای رأی‌گیری مجدد تعیین کرده است. هفته گذشته نمایندگان دموکرات سنا مانع از تصویب قطعنامه علیه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 شدند. با اینکه سنای آمریکا در کنترل جمهوری خواهان است، اما این حزب نتوانست حد نصاب لازم را برای رأی‌گیری در مورد توافق هسته‌ای کسب کند. نمایندگان دموکرات سنا میگویند مصمم هستند مانع از مخدوش شدن یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی باراک اوباما شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ناکامی هفته گذشته جمهوری خواهان را پیروزی برای دیپلماسی، منافع ملی آمریکا و امنیت جهان توصیف کرد. جمهوری خواهان در روزهای گذشته فعالیت علیه نمایندگان دموکراتی را که از توافق هسته‌ای حمایت کردند شدت بخشیده و برخی نهادها هم تهدید کردند که حمایت خود را از این نمایندگان قطع خواهند کرد. در همین زمینه روز دوشنبه 23 شهریور ماه کمیته ملی جمهوری خواهان کنگره آمریکا نیز با انتشار چند بیانیه از نمایندگان دموکراتی که از توافق هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند انتقاد کرد. کیتی مارتین مدیر ارتباط کمیته ملی جمهوری خواهان کنگره آمریکا توافق اتمی با ایران را خطرناک خواند و گفت این توافق امنیت ملی آمریکا و امنیت نیروهای آمریکایی را به خطر می‌اندازد. همزمان جمهوری خواهان بر روی قانون جدید تحریم‌های ایران مشغول کارند تا از این طریق ایران را زیر فشار قرار دهند. در سنای آمریکا بحث در مورد یک طرح محدودیت زمانی ندارد، اما اگر 60 عضو از 100 سناتور به کفایت مذاکرات رأی دهند، مذاکرات متوقف و رأی‌گیری انجام می‌شود. پس از تلاش نافرجام برای رأی‌گیری قبلی، سناتور میچ مک‌کانل با اظهار تأسف از کارشکنی دموکرات‌ها قول داده بود تا این هفته دوباره برای رأی‌گیری تلاش کند. بنابر توافق کاخ سفید و کنگره، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تا روز پنجشنبه 26 شهریور ماه فرصت دارند که در مخالفت با توافق اتمی با ایران قطعنامه‌ای تصویب کنند. حتی اگر مخالفان بتوانند رأی‌گیری کنند و اکثریت سنا و مجلس نمایندگان به مخالفت‌ها با توافق رأی دهد، رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات خود مصوبه آنها را وتو خواهد کرد. مخالفان توافق اتمی تعداد رأی لازم را برای خنثا کردن وتوی آقای اوباما در اختیار ندارند. همزمان نمایندگان ایران، چین و ایالات متحده در وین به منظور بررسی نحوه بازطراحی راکتور عراق دیدار و گفتگو کردند. دیدار نمایندگان سه کشور روز دوشنبه 23 شهریور ماه در حاشیه نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، تهران پذیرفته است که با مشارکت بین‌المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که امکان تولید پلوتونیوم با درجه کاربردی برای سلاح را نداشته باشد و در این حال سوخت مصرف شده در راکتور عراق را در مدت فعالیت این راکتور به خارج از کشور منتقل کند. همزمان خبرگزاری‌ها در ایران از سفر اعضای کمیسیون بررسی برجام به عراق برای اطلاع از جزئیات بازطراحی راکتور عراق خبر دادند. خبرگزاری ایسنا بعد از ظهر دوشنبه 23 شهریور ماه به نقل از عباس علی منصوری از اعضای کمیسیون بررسی برجام نوشت توضیحات علی اکبر صالحی و برخی کارشناسان در این کمیسیون باعث رفع ابهامات منتقدین نشده بود، اما در پی این بازدید ابهامات نمایندگان در مورد جابجایی قلب راکتور به طور 100% رفع شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا نیز اعلام کرده که روسیه در طرح تغییر کاربری مرکز هسته‌ای فوردو که بخشی از توافق هسته‌ای است مشارکت می‌کند. تغییر کاربری در مرکز هسته‌ای فوردو بخشی از تفاهم لوزان که پایه توافق جامع اتمی در وین شد نیز بود. بنابر فکت شیت وزارت امور خارجه آمریکا، تغییرات در تأسیسات فوردو شامل مواردی از جمله جابجایی 2/3 سانتریفیوژها و زیرساخت‌های این مرکز هسته‌ای است. مرکز هسته‌ای فوردو از جمله مراکزی است که نگرانی‌های کشورهای غربی و نیز گفتگوها بر سر آن مدت‌ها ادامه داشته است.
همزمان با آغاز کنترل مرزها برای مقابله با رشد برق‌آسای ورود مهاجران در آلمان، اتریش، هلند و اسلواکی، نشست روز دوشنبه 23 شهریور وزیران کشور 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای تخصیص سهمی متوازن از پناهجویان به کشورهای عضو بی نتیجه پایان یافت. به گزارش نیویورک تایمز، در نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا در بروکسل، توافق بر سر تقسیم 40,000 مهاجری که خود را به یونان و ایتالیا رساندند حاصل شد، اما اساس این توافق همکاری داوطلبانه کشورهای عضو است. این در حالی است که پیشتر قرار بود سهمی اجباری به هر یک از کشورهای عضو اختصاص یابد. توزیع اجباری 120,000 پناهجو در میان کشورهای عضو برنامه‌ای بود که هفته گذشته توسط ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا ارائه شد، اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند تلاش‌ها برای تخصیص سهمیه اجباری به کشورهای مختلف با بن‌بست مواجه شده و علت آن هم مخالفت‌های برخی از کشورهای عضو است. به رغم فوریت موضوع پناهجویان و بحرانی که گفته می شود وخیمترین بحران انسانی اروپا پس از جنگ جهانی دوم است، هماهنگی لازم برای حل و فصل این بحران در میان کشورهای اروپایی به چشم نمی خورد و تلاش‌ها برای همگرایی تصمیم‌ها هم تاکنون راه به جایی نبرده است. مذاکرات بر سر این موضوع ماه آینده از سر گرفته خواهد شد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، وزیران کشور اتحادیه اروپا در پی این ناکامی تصمیم گرفتند که در پایان نشست بیانیه‌ای صادر نکنند و از لوکزامبورگ که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد خواستند که خلاصه‌ای از نتایج این نشست را مستقلانه و با نام خود منتشر کند. در حال حاضر شمار بی سابقه ای از پناهجویان به سمت کشورهای نظیر آلمان و سوئد روانه شدند، کشورهایی که در آن پناهجویان از مزایای بیشتری برخوردار می شوند و فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی هم سریع‌تر است. آلمان در این میان با گشودن درهایش به روی پناهجویان با وضعیتی بغرنج مواجه شده است. تنها در روز شنبه هفته جاری بیش از 13,000 پناهجو با قطار وارد مونیخ شدند. این رقم بی سابقه مونیخ را با مشکلات بی سابقه ای در تأمین حداقل‌های پناهجویان مواجه کرده و شهردار این شهر از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و 15 ایالت دیگر این کشور خواسته که سهمی متوازن از این پناهجویان را بپذیرند تا ساماندهی آنها آسان‌تر شود. این ارقام بی سابقه اکنون انتقادات گسترده ای را از سوی همه 16 ایالت آلمان برای آنگلا مرکل به همراه آورده است. همزمان دولت مجارستان از روز سه‌شنبه 24 شهریور اجرای قانونی را آغاز کرد که مجازات سخت‌تری برای مهاجران غیرقانونی در نظر گرفته است. هدف از اجرای این قانون کاهش شمار پناهجویانی است که وارد اتحادیه اروپا می‌شوند. افرادی که به صورت قاچاق از مرز مجارستان عبور می‌کنند و وارد این کشور می‌شوند ممکن است تا 3 سال زندانی شوند. اگر تخریب اموال عمومی نیز به جرم آنها اضافه شود، به عنوان مثال تخریب حصار مرزی برای ورود به مجارستان، این مجازات افزایش پیدا می کند و ممکن است تا 5 سال برسد. اخراج از مجارستان و اتحادیه اروپا ممکن است جایگزین زندان شود. افشای عمل غیر اخلاقی کنسول فرانسه در ترکیه موجب برکناری او از سمت خودش شده. قضیه از این قرار است که در پی افشاگری برخی رسانه‌های ترکیه مشخص شده که کنسول فرانسه در استان مقلای ترکیه به قاچاقچیان انسان قایق‌های بادی و جلیقه‌های نجات می‌فروخته. جالب‌تر آنکه وقتی این رسوایی افشا میشه و کنسول فرانسه در این رابطه مورد مؤاخذه قرار می‌گیره، او در دفاع از خودش میگه که اگر من این قایق‌ها رو به مهاجران نمیفروختم، خب شخص دیگه این کار رو میکرد و این قایق‌ها رو میفروخت. در پی این رسوایی کم سابقه، فرانسه اما کنسول خودش رو در استان مقلای ترکیه از سمتش عزل کرده. اما در پی بررسی بیشتر مشخص شده که عمده قایق‌های بادی و جلیقه‌های نجاتی که در طی هفته‌های اخیر قاچاقچیان انسان در این منطقه از اونها برای انتقال آوارگان به اروپا استفاده کردن از کنسول فرانسه خریداری شده و تأسف‌بارتر این که این تجهیزات، یعنی قایق‌های بادی و جلیقه‌های نجات فروخته شده،
از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بودند که خب شاهد هستیم این روزها خبرهای زیادی در مورد غرق شدن این قایق‌ها و کشته شدن مهاجران سوری و عراقی در همه رسانه‌ها دیده میشه. به هر روی این رسوایی اخلاقی و این عمل غیر انسانی آن هم از سوی یک مسئول سیاسی و دولتی شاید تنها گوشه ای از بازار سیاهی است که نان و آبی شده برای قاچاقچیان انسان و سوداگران واسطه ای همچون کنسول فرانسه. در تکمیل خبر بگم که همچنان موج مهاجرت از این سو با وجود همه این مخاطرات ادامه داره، کما اینکه سازمان های جهانی اعلام کردن که در یک سال آینده شاهد 1 میلیون آواره سوری جدید خواهیم بود. اما خبر دیگه آن که شب گذشته خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. این دومین دیدار خالد مشعل در طی 2 ماه اخیر از ترکیه هستش. البته جزئیات زیادی از این دیدار در رسانه‌های ترکیه منتشر نشده، فقط به صورت کوتاه اشاره شده که آقای اردوغان در مورد حمله سربازان اسرائیلی به مسجد الاقصی با خالد مشعل گفتگو داشته و رویدادهای منطقه رو مورد بحث و گفتگو قرار دادن. افزون بر این تماس تلفنی هم در این رابطه آقای اردوغان با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی داشته. یک بیانیه هم وزارت خارجه ترکیه صادر کرده و حملات سربازان اسرائیلی به مردم در مسجد الاقصی رو محکوم کرد. اما جدای از این حواشی باید گفت چرخش محسوس حماس به سمت عربستان و ترکیه، دو کشوری که تقریبا در مورد آینده سوریه سیاست واحدی رو دنبال میکنن، خودش نکته مهمی هستش. حماس همواره متحد سنتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب میشد، اما در پی بحران در سوریه و نامعلوم بودن آینده بشار اسد، اخیرا حماس تمایل بیشتری به نزدیکی به ترکیه و عربستان نشان میده. شاید چنین چرخش های سیاسی در منطقه خودش گویای فرارسیدن پاییز حاکمیت اسد در سوریه باشه. دادستان استان البرز ضرب و جرح 20 معلول و همچنین نگهداری معلولان با استفاده از طناب و زنجیر در یک مرکز توانبخشی معلولان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه 23 شهریور حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب استان البرز گفت که استفاده از طناب و زنجیر برای نگهداری معلولان جسمی و ذهنی در این مرکز محرز شده است. وی در این حال تصریح کرد هیچ گونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است. دادستان کرج گفته است پرونده این مرکز برای رسیدگی به دادستانی فردیس ارسال شده است. خبرگزاری مهر روز 16 شهریور بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از مراکز نگهداری معلولان در استان البرز به دلیل اثبات شکنجه و اذیت آزار معلولان و همچنین گزارش بازرسان درباره مواردی چون ضرب و شتم، سگ درمانی و زنجیر درمانی پلم شده است. این دومین مرکزی است که طی یک هفته گذشته خبر بسته شدن آن به خاطر بدرفتاری با معلولان رسانه‌ای شده است. آقای شاکرمی گفت این مرکز برای اینکه پول کمتری هزینه کند به جای استخدام پرستار از طناب و زنجیر برای نگهداری از معلولان استفاده کرده است. وی افزود در بازرسی ها آثار ضرب و جرح در 20 معلول این مرکز مشاهده شده و 2 نفر از معلولان آسیب جدی دیدند. به گفته آقای شاکرمی بستن معلولان به وسیله طناب و زنجیر به آنان آسیب های جدی وارد کرده و این اقدام جرم محسوب می شود. دادستان البرز گفت این مرکز مطابق قانون بهزیستی برای نگهداری هر معلول باید ماهیانه 400 هزار تومان دریافت می کرد، اما در برخی از موارد این مبلغ به 1 میلیون تومان هم رسیده و یارانه معلولانی که از این مرکز رفتند هم مجدداً از سازمان بهزیستی گرفته شده است. مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می کنند. در همین حال انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی گفت که این سازمان در حال بررسی این حادثه از نظر حقوقی است. ظاهراً بدرفتاری با مددجویان فقط به آسایشگاه معلولان محدود نمی شود.
هفته گذشته رسانه‌های ایران از برملا شدن شکنجه‌های وحشتناک و حتی مرگبار در یک کمپ ترک اعتیاد گزارش دادند. روزنامه شهروند به نقل از دادستان عمومی و انقلاب ملارد از بازداشت دو مدیر این کمپ خبر داد که متهم به آزار و شکنجه معتادان شدند. بنابر این گزارش، شهریور سال گذشته نیز سه مسئول یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد که با ضرب و شتم یکی از معتادان باعث مرگ او شده بودند، به اتهام قتل غیر عمد به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. در سالهای گذشته خبرهای زیادی درباره بدرفتاری و آزار معتادان و معلولان در مراکز ترک اعتیاد و آسایشگاه‌ها منتشر شد که گاهی با تکذیب مسئولان و گاه با پیگیری قضایی روبرو بوده است. دولت از اختصاص بودجه کافی برای راه اندازی چنین مراکزی خودداری می‌کند و بسیاری از آسایشگاه‌ها و کمپ‌های ترک اعتیاد از سوی بخش خصوصی و با کمترین امکانات و افراد متخصص اداره می‌شوند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده نشانه‌هایی در مورد گسترش و توسعه یک پایگاه هوایی در سوریه توسط نیروهای روسی برای ایجاد احتمالی یک پایگاه عملیاتی وجود دارد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند وجود یک پایگاه عملیاتی جدید روسی ممکن است نحوه انجام عملیات هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه داعش را در سوریه با پیچیدگی‌های روبرو کند. مقام‌های آمریکایی همچنین روز دوشنبه 23 شهریور ماه از ارسال تانک‌های مدرن روس به پایگاه هوایی نیز خبر دادند. یک روز پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود بنابر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورده، روسیه در حال ساختن باند جدیدی در فرودگاه لازقیه است که یکی از مهمترین پایگاه‌های حکومت بشار اسد و حامیان او به شمار می‌رود. این باند جدید که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه جلوی ورود نیروهای نظامی و غیر نظامی سوری نیز در زمان ساخت و ساز به آن گرفته شده، طولانی است و میتواند فرود هواپیماهای بزرگ را نیز ممکن کند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آمریکایی نقل کرده است که روسیه تا 5 تانک در این پایگاه هوایی مستقر کرده است. این مقام‌ها گفتند هدف اصلی روسیه از مستقر کردن تجهیزات سنگین در این پایگاه برای آنها هنوز مشخص نیست. پنتاگون مستقیماً به گزارش رویترز واکنشی نشان نداده است. مسکو در کنار تهران از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می رود. روزنامه نیویورک تایمز می گوید گسترش حضور نظامی روسها در سوریه می تواند به عمده‌ترین حضور مسکو در خاورمیانه طی دهه های گذشته تبدیل شود. از سوی دیگر، خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از قول یک کارشناس می گوید عکس های ماهواره ای و گویش دستکاری شده در مورد ادعای گسترش پایگاه هوایی روسیه در سوریه دلیل هشدارهای اخیر از سوی غرب است. مقام های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند طی هفته گذشته روسیه 2 پرواز باری نظامی راهی سوریه کرده است. یکی از مقام های آمریکایی گفته است 7 تانک T-90 در پایگاه هوایی نزدیک لازقیه دیده شدند. تانک های T-90 از مهمترین خودروهای زرهی سنگین ارتش روسیه، نسل 3 تانک‌های جنگی اصلی ارتش آن کشور است. سرگئی لاوروف در واکنش به پوشش گسترده این ماجرا و گمانه‌زنی‌های پیرامون آن در رسانه‌های غربی گفته تأمین تجهیزات نظامی همواره در جریان بوده و ادامه خواهد یافت و ورود این تجهیزات با ورود متخصصان روس همراه است، چرا که آنها باید به نیروهای سوریه روش‌های استفاده از این تسلیحات را بیاموزند. روسیه انکار می‌کند که تغییری بزرگ در جریان است و می‌گوید همه این اقدامات با هدف مقابله با تروریسم در سوریه انجام می‌شود. بر اساس برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، در 1 هفته گذشته دست کم 15 فروند هواپیمای ترابری ارتش روسیه با بهره‌گیری از حریم هوایی ایران و عراق، تجهیزات نظامی و چندین پرسنل متخصص را در پایگاه لازقیه مستقر کردند. بلغارستان هفته گذشته در پی درخواست آمریکا اجازه استفاده از حریم هوایی خود را از روسیه سلب کرد تا روند انتقال تجهیزات روسی به سوریه کند شود. اما عراق با این درخواست موافقت نکرد
و ایران هم به عنوان یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه و رژیم بشار اسد با تمام قوا همکاری می کند. روزنامه نیویورک تایمز درباره این پایگاه مهم مسکو در خاورمیانه نوشته پایگاه لازقیه می تواند منافع استراتژیک روسیه در سوریه را تأمین کند و به آنها این امکان را هم می دهد که حتی در صورت برکناری بشار اسد از قدرت در تشکیل دولت جدید نقشی پررنگ ایفا کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به چین سفر کرده از مخالفان برنامه جامعه اقدام مشترک در آمریکا و منطقه خواست به نظر جامعه بین الملل برای حل و فصل صلح‌آمیز مسائل احترام بگذارند. آقای ظریف در گفتگوی مطبوعاتی مشترک با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در پکن از آنچه رویکردهای غیرسازنده جاری در فضای سیاسی آمریکا و کارشکنی‌های احتمالی برخی جریانات در آمریکا نامید به شدت انتقاد کرد. وی از نقش سازنده چین در اجرای طرح بازنگری و بازسازی راکتور آب سنگین عراق و سایر حوزه‌های برنامه جامعه اقدام مشترک استقبال کرد. آقای ظریف درباره حضور شرکت‌های چینی در دوران پس از لغو تحریم‌ها در ایران هم گفت ایران برای روابط با چین اهمیت زیادی قائل است، چون چین در روزهای سخت کنار ایران بوده و دو کشور به لحاظ مواضع مشترک شریک راهبردی یکدیگر هستند. وزیر امور خارجه ایران گفت این آمادگی از سوی دو طرف وجود دارد که نقش مهمی در پایان دادن به خشونت‌ها در عراق، یمن و همچنین برقراری صلح در افغانستان و سوریه ایفا کنند. وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین نیز در این گفتگوی مطبوعاتی گفت بدون حضور جمهوری اسلامی ایران حل بحران خاورمیانه غیر ممکن است. وزیر امور خارجه چین همچنین تصریح کرد تردیدی نیست که اگر همه طرف‌های ذی‌ربط به تعهداتشان در برنامه جامعه اقدام مشترک عمل کنند، فضا برای رسیدن به توافقات بیشتر و حل و فصل مناقشات منطقه‌ای مثبت‌تر خواهد شد. آقای یی گفت در مورد بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا با وزیر امور خارجه ایران رایزنی کرده و دو طرف تاکید دارند که نباید اوضاع رو به وخامت برود، بلکه باید راه حل جامعی برای همکاری در مبارزه با تروریسم تدوین و یافت شود. آقای ظریف قرار است دیدارهای جداگانه‌ای با لی کیچیانگ نخست وزیر و یانگ جیچی عضو ارشد شورای دولتی چین داشته باشد. معاون سازمان حج و زیارت ایران خبر داد که این سازمان درباره کشته شدن 3 زن ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در شهر مکه به یقین رسیده و تعداد زائران ایرانی کشته شده در این حادثه به 11 نفر افزایش یافته است. آقای محمدی از مریم آلتاهای بناب، فاطمه دامغانی و کبرا بیگم میرقفوری به عنوان 3 زنی نام برد که در حادثه سقوط یک دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام مکه در روز 20 شهریور کشته شدند. این 3 زن پس از این حادثه مفقود شده بودند. در این حادثه همچنین 32 زائر ایرانی زخمی شده بودند که 25 نفر از آنان از بیمارستان ترخیص شدند. خبرگزاری ها پیش از این به نقل از یک سازمان دولتی سعودی اعلام کرده بودند که دست کم 107 تن در اثر سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام جان خود را از دست دادند. همین سازمان دولتی آمار مجروحان حادثه را دست کم 238 تن اعلام کرده است. علت این حادثه وقوع باد و طوفان شدید و بارش باران در شهر مکه اعلام شده است. همزمان منابع خبری ایران گزارش می‌دهند که احمد حاتمی دانشمند ارشد علوم فضایی و استاد دانشگاه در میان 8 ایرانی است که در اثر سقوط جرثقیل در مسجد الحرام در مکه عربستان کشته شدند. پژوهشگاه فضایی ایران که دکتر حاتمی عضو هیئت علمی آن بود خبر را تایید کرده است.
در بیانیه این مرکز آمده است دکتر سید احمد حاتمی کلشتری در زمانی که در کار کمک به مصدومان حادثه سقوط جرثقیل در نزدیکی کعبه در مکه در روز جمعه 20 شهریور بوده، خود دچار سانحه می شود و بعد از انتقال به بیمارستان جان می سپارد. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای درگذشت دکتر احمد حاتمی و سایر کشته‌های حادثه را تسلیت گفت. پس از حادثه سقوط جرثقیل در مکه، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران شدیداً به مقام‌های سعودی حمله کرده و خواستار آن شدند که برگزاری مراسم حج به سازمان کنفرانس اسلامی واگذار شود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز روز 22 شهریور ماه دولت عربستان سعودی را به کوتاهی و قصور در این زمینه متهم کرد. در آستانه سال تحصیلی جدید در ایران، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد که معلمان زندانی همزمان با بازگشایی مدارس آزاد شوند. وی همچنین از دیدار هفته گذشته خود با خانواده معلم‌های زندانی خبر داد و گفت که در حال پیگیری خواسته‌های خانواده‌های معلمان زندانی است. در چند ماه اخیر گزارش هایی در مورد بازداشت تعدادی از معلمان عضو کانون صنفی معلمان منتشر شده است. محمد بهشتی لنگرودی سخنگوی این کانون 15 شهریور ماه در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. محمد رضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی، اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی و رسول بوداقی از دیگر اعضای این کانون هستند که پیشتر به دلیل طرح خواسته های صنفیشان بازداشت شده بودند. علی رضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران نیز در زندان به سر می‌برد. او به دلیل دیدار با خانواده معلمان زندانی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم شده است. پایگاه اینترنتی سازمان معلمان ایران در پی بازداشت علیرضا هاشمی در فروردین با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده بود این اقدام برای دور نمودن حرکت صنفی معلمان از مسیر مدنیت و عقلانیت و سوق دادن آن به سمت افراطی‌گری و تندروی است. معلمان ایرانی در فروردین ماه با شرکت در تجمعات سراسری در برخی شهرهای ایران تجمع سکوت برگزار کردند و خواستار توجه دولت به درخواستهایشان شدند. معلمان معترض در بیانیه پایانی این گردهمایی علت حضورشان را اعلام قویترین هشدارها درباره مسائل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمینگیر کرده عنوان کردند. این معلمان از نمایندگان مجلس خواستند تا فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و پیش از آن که بیش از این دیر شود در همراهی با دولت مانع از ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش شوند. آنها همچنین خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. انجمن صنفی معلمان خواستار افزایش 30% دستمزد است. افزایش 22% بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 94 و برطرف شدن کسری بودجه 5000 میلیاردی این وزارتخانه نیز از دیگر خواسته های صنفی معلمان است.